صحبت‌های فرمانده خالد امیری به مناسبت هفته شهید و شهادت عامر صاحب شهید احمد شاه مسعود. بیننده های عزیز سلام و درود بر شما. صحبت‌های فرمانده خالد امیری به مناسبت هفته شهید و شهادت عامر صاحب شهید احمد شاه مسعود. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. صدق الله العظیم. در آغاز به روح پاک شهدا و مبارزین مردم مجاهد افغانستان که در میان ما نیستند، به ویژه دوره های پرافتخار جهاد و مقاومت در رأس رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح پروفیسور برهان الدین ربانی، قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید حاجی عبدالقدیر، شهید مطلب بیگ، شهدای نیروهای امنیتی نظام قبلی، به ویژه یاران شهیدمان در جبهه مقاومت ملی که در یک سال گذشته در اندرابها، بدخشان، خوست، فرنگ، تخار، بلخ، کاپیسا، پروان، پنجشیر و سراسر افغانستان سرافرازانه در دفاع از آزادی و عدالت در برابر گروه تروریستی طالب به شهادت رسیدند، درود می‌فرستم. حضار گرامی، ما امروز در 21مین سال روز شهادت قهرمان ملی در حال قرار داریم که افغانستان دوباره زیر اشغال گروه تروریستی طالب و دیگر تروریستان از سراسر دنیا در آمده و روزانه از جان، مال و عزت مردم افغانستان قربانی می گیرند. قهرمان ملی با استادگی و مقاومت بر سر حق و عدالت از خود راه و پیروان به جا گذاشته است که هرگز در برابر ستم، بی‌عدالتی و ظلم خاموش و منفعل نمی باشند، بلکه با جان و مال خود هرگاه که نیاز باشد در برابر بیعدالتی و ستم استاد می شوند و پرچم استادگی قهرمان ملی را برای تأمین عدالت و آزادی برافراشته نگه می دارند. اما آنچه که در شرایط موجود نیاز به توجه و پرداختن دارد، حرف قهرمان ملی، راه قهرمان ملی و وظیفه ای است که مسعود بزرگ به نسل ما گذاشته است می باشد. راه قهرمان ملی، راه آزادگی و استادگی بر سر حق و عدالت در برابر هر متجاوز و ستمگر است و آنچه که ما از قهرمان ملی آموختیم، استادگی در حین ناامیدی عمومی، حق خواهی در حین حاکمیت ستمگران، آزادی خواهی در حین تسلیمی است. همان گونه که او تعهد است تا اندازه کلاهش جا داشت می جنگد، ما سربازان مسعود بزرگ نیز تا اندازه یک نفس در جان ماست به این مبارزه مقدس متعهد هستیم. خانم ها و آقایان، همانطور که قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود در برابر دو تجاوز خارجی و ستم داخلی مبارزه کرد و پای این راه و آرمان جانش را گذاشت، پیام آشکار و جاودانش برای رهروانش این است که هرگز تن به ذلت و تحمل ستم و ظلم ندهند و برای آزادی و دفاع از مظلومان به مبارزه و استادگی ادامه دهند. گرچه پس از شهادت او عملکرد تعداد از کسانی که خود را یاران و همسنگران او می‌دانستند در تناقض آشکارا با راه او و حتی خیانت به آرمان‌های او بود، من اما خرسندم که پسر این مرد بزرگ امیر صاحب احمد مسعود و یارانش در زمانی که همه در برهوت ناامیدی پرت شده بودند، بدون هیچ عقبه و حمایه به صرف ادامه رای پدرش، با علم به این که ممکن است از این راه زنده سر بیرون نکند، مقاومت دوم را هسته گذاری کرد و نام قهرمان ملی را بار دیگر در تاریخ زنده ساخت. از خداوند برای همه ایمان توفیق و اراده محکم در این مبارزه نفسگیر خواهانم. حضار محترم، همان گونه که قهرمان ملی در سفرش به اروپا در سال 2000 میلادی از حضور طالب و همکاران تروریستشان از سراسر جهان در افغانستان هشدار داده بود،
با کشته شدن رهبر القاعده در قلب کابل و در منزل رهبر شبکه اقانی و وزیر نامنهاد داخلی این رژیم تروریستی دیگر بر هیچ کسی پوشیده نخواهد بود که حضور و دوام رژیم تروریستی طالب در افغانستان به معنی حضور و گسترش تروریسم در منطقه و جهان خواهد بود. مقاومتی که امروز در برابر طالب شکل گرفته و ادامه دارد، جنگ رهایی بخش میهنی و حفاظت از زنان، مردان و کودکان می باشد که همه روزه زیر شکنجه و جنایت و آزار طالبان و ترورستان بین المللی جان می دهند. این نبرد نابرابر مثل همه نبردهای رهایی بخش و بر حق تاریخ به هیچ شک به پیروزی می انجامد و ثمر می دهد، چون این ادامه راه و نبرد بر حق مسعود، نبرد روشنی در برابر تاریکی و جهل و ترور است. در یک سال گذشته در کنار مقاومت بر حق نظامی علیه ترورستان طالب در کوههای غرور آفرین پامیر و هندوکش، جنبش مدنی زنان نیز داشت و دوشادوش ما و مبارزه بر حقشان به خاطر اعاده حقوق انسانیشان استاده شدند و قربانی دادند. خواهران و برادران، من به نمایندگی از همسنگرانم به عنوان یک سرباز از کوهپایه های بدخشان تا جاده های کابل که در حال نبرد با ترورستان هستیم، می خواهم یک بار دیگر در این روز تاریخی به مردم عزیزم که به ما چشم امید بستند تجدید پیمان کنم که ما تا آخرین قطره خون خود به استحکام و گسترش سنگرهایمان در سراسر افغانستان متحد هستیم و تا رسیدن به یک کشور آزاد، آباد، مترقی و برابر برای همه شهروندان افغانستان از هر دین و مذهبی، از هر جنسیت و از هر سمت و از هر قومی به مبارزه ما ادامه خواهیم داد. در پایان مجدداً به روح قهرمان ملی و همه شهدا درود می‌فرستم و از همه مردم افغانستان و جهان می‌خواهم که خطر تروریسم را جدی گرفته و در حمایت از مقاومت برحق ما علیه تروریسم در کنار ما باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در اخیر، این در حالی است که طالبان در یک کمین اشتباهی 7 جنگجویشان را در ولایت پنشیر کشته‌اند. دستکم 7 جنگجوی طالبان در یک حمله خودی این گروه در ولایت پنشیر کشته شده اند. منابع محلی شام یکشنبه 20 سنبله در صحبت با رادیونامه 8 صبح گفته اند که طالبان در ولسوالی خنج ولایت پنشیر با هم درگیر شده اند. با گفته منابع، این افراد طالبان شب هنگام زمانی که میخواستند بر مواضع نیروهای جبهه مقاومت ملی حمله کنند، شکار کمین نیروهای خود شده اند. طالبان تا کنون در مورد این رویداد چیزی نگفته اند. گفتنیست که این گروه روز گذشته عملیات گسترده را به رهبری ملا زاکر، مسئول نظامی طالبان در ولایت پنشیر و اندراب، بر مواضع جبهه مقاومت ملی در ولایت پنشیر راه اندازی کرده بود. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.